با درود به شما آقای مصطفی، نظر شما در مورد اتحاد نیروهای دموکرات و لاییک طرفدار دموکراسی و جمهوری برای ساختن آلترناتیو جمهوری اسلامی چیست؟ حالا خدمتتون عرض کنم که الان یک نظر عمومی در جامعه ایران و در بین سیاسیون و اصولا در کل سطح جامعه وجود داره، اینکه این رژیم حاکم، رژیم جمهوری اسلامی، رژیم ولایت فقیه، رژیم استبدادی مانع رشد و مانع آبادی، مانع عدالت و همه پیشرفت هاست. پس این مانع باید برداشته بشه. در حد اینکه ما بمونیم و فقط مخالفت ابراز کنیم، اعتراض کنیم، نه بگیم، هیچ مسئله حل نمیشه. وجود داشتن جامعه هایی که اکثریت جامعه با رژیمشون مخالف بود، ولی تا زمانی که آلترناتیو مشخص و مطلوبی نداشتن، اون رژیم ها تونستن باقی بمونن. چنانچه الان بالاخره اگر سال 60 رو ما در نظر بگیریم به عنوان محکم کردن پایه های استبداد و ادامه جنگ، ادامه خونریزی ها، تشدید اعدام ها که از همون اول انقلاب هم بود ولی از سال 60 بسیار جدی شد، 30 سال میگذره و این رژیم تونسته دوام بود. ما اینکه اکثریت جامعه هم این رژیم رو نمیخواسته و هر بار هم که موقعیتی پیش اومده، مثل مثلا انتخاب آقای خاتمی به خاطر که رهبر آقای ناطق امیری رو انتخاب کرده بود، جامعه اومده جلو و یک رأی ضد نظام داده، یا در همین انتخابات 2 سال پیش برای آقای موسوی همین حرکت رو با عمق بیشتری انجام داد. خب ولی اینها هنوز تونستن باقی بمونن با اینکه اکثریت این کارو نمیکنه. و اون صحبتی که شما میکنید، سوالی که شما میفرمایید درباره ساختن این آلترناتیو، یک مسئله حیاتی است برای ایران. برای اینکه هرچی طول عمر این نظام اضافه بشه، اصولا جامعه ایرانی و حیات ایران و تمامیت ارضی ایران در خطر هستش. و خشونتی که گاهی اوقات فکر میکنیم اگر چند نفر بیان توی خیابون کشته بشن خیلی بده، درسته یک نفر هم کشته بشه خیلی بده، ولی در جامعه که هر روز به خاطر فقر، به خاطر فحشا، به خاطر ناهنجاری های اجتماعی، به خاطر رفتار بد همینطوری دارن از بین میرن و اینها به حساب نمیاد، متوجهش نمیشیم، به اصطلاح خشونت بدون صداست. خب پس باید جلو این گرفته بشه. حالا ما اگر این رژیم رو نمیخوایم باید بدونیم چی رو میخوایم. از دید من هر چی که این رژیم سمبولش هست، ما باید اون چیزی رو بخوایم که یک سمبول و نشان دیگه ای باشه، نه اینکه فقط مخالفش باشه، بلکه ما باید طرفدار آزادی باشیم، طرفدار استقلال باشیم، طرفدار جدایی نهاد دین از دولت باشیم، طرفدار آبادی و علم و رشد باشیم، طرفدار عدالت باشیم. آیا نیروهایی هستن در داخل و خارج از کشور که این اصول رو قبول داشته باشن و حول این اصول فعالیت داشته باشن؟ از دید من جواب مثبت هستش و این جواب مثبت این سوال رو مطرح میکنه چه شکلی ما الان با یک جزایر جدا افتاده از همه اپوزیسیون طرف هستیم. چرا اینها به همدیگه در یک دریای وصل نمیشن، یک حرکت عظیمی به وجود بیارن بتونه پایان بده به این نظام استبدادی؟ این از وظایف افراد و فعالین سیاسی هستش. ما اگر موفق نشیم این کارو، اگر موفق نشیم یک جبهه جمهوری خواهی، یک جمهوری که بر اساس دموکراسی باشه، بر اساس پارلمان باشه، با افرادی که شناخته شده باشن که مردم بتونن به اونها اعتماد کنن، برای که هیچ جامعه‌ای نمیاد توی خیابون فقط بگه مرگ بر جمهوری اسلامی یا مرگ بر آقای، اصلا اون گفتنش هم درست نیست و نخواهد اومد تا اینکه نتونه بگه زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی و بدونه
چه افرادی هستن که میخوان این آزادی و دموکراسی و استقلال رو براشون بیارن، براش کار بکنن؟ بالاخره هر جامعه‌ای نیاز به یک کادرهای سیاسی داره بتونه اون کشور رو بگردونه. پس تا وقتی که اون بدیل به وجود نیومده باشه، اینها سر کار هستن. پس آیا میشود؟ پاسخ بله است. آیا فعالیت‌های حول این مسئله میشه؟ پاسخ هم به نظر من مثبت، اما کافی نیست. ما در این زمینه بسیار کم کاری کردیم. جامعه سیاسی ایران احتیاج داره که این جزایر خودشون رو رها بکنن، وارد یک جریان عمومی بشن، به هم نزدیک بشن. البته اون شعار هم که همه با هم باشه امکان پذیر نیست و درست هم نیست. باید کسانی که حول یک اصولی، چنان اصولی که شما شمردید، با هم نزدیکی دارن، اینها بتونن یک جبهه فعال که پاسخگوی مردم باشه، جواب مسائل مردم رو داشته باشه، فردا بتونن چیکار میخواد میکنن. با این نظام اقتصادی ایران فردا چیکار میخواییم میکنیم؟ با نظام قضایش چیکار میکنیم؟ با دین چه برخوردی خواهد شد؟ با روحانیت چه برخوردی خواهد شد؟ پاسدار چه خواهد شد؟ بسی اینها رو باید به طور جدی و شفاف پاسخ بده اپوزیسیون و فعالین سیاسی. این است که ما به این احتیاج داریم. باید این فعالیت رو تشدید بکنیم. در این زمینه کمکاری شده و کسان دیگه هم که حول اصول دیگه با هم نزدیک هستن، خواستار به اصطلاح اصلاح در کادر این نظام هستن، با هم دیگه جبهه تشکیل بدن. کسانی که خواستار بازگشت به نظام گذشته هستن، با هم دیگه جبهه تشکیل بدن. چه بهتر، یک شفافیتی هم باعث میشه به وجود بیاد. الان این پراکنده بودن و این تک تک بودن نیروها نمیگذاره اون شفافیت لازم به وجود بیاد تا مردم بتونن چی رو انتخاب کنن. مردم باید انگار وقتی انسان میره خرید، انتخاب سیاسی هم همینه، انواع اقسام مختلف هست و جامعه میتونه به کدوم سو حرکت بکنه. حرکتی که جامعه ایران حداقل از 120 سال پیش تا حالا انجام داده، حول چند محور اصلی، یعنی استقلال، آزادی و حاکمیت ملی بود. گروه های اپوزیسیون میتونن حول این چند محور با هم دیگه فعال بشن تا بتونن اون بدیل رو برای جامعه ایرانی بسازن. به نظر شما مکانیزم و راهکارهای این کاری که برای ساختن آلترناتیو باید انجام بشه چجوری است؟ مکانیزمش صحبت کردن و دیالوگ با یکدیگر، از برگزاری جلسات جدا از هم، همون جلسات جزایری باید جلوگیری کرد. باید افکار مختلف، دیدگاه‌های مختلف ولی با اون اصول مشترک هستن دور هم جمع میشن. طرف میتونه سوسیالیست باشه، میتونه ملی باشه، میتونه مذهبی باشه ولی خواستار جمهوری باشه، خواستار جدایی دین از دولت باشه، خواستار استقلال باشه، خواستار آزادی باشه. اینها بتونن به همدیگه نزدیک بشن. برای این نزدیکی باید دور هم جمع بشن، صحبت بکنن. جامعه ایران نیاز به این دیالوگ داره، جامعه سیاسی ایران نیاز به این دیالوگ داره. بسیار مشکل، برای که متاسفانه یک سابقه پر از خشونت در بخش مهمی از جامعه سیاسی ایران حاکم هستش. دعواهایی که هنوز طی نشده، گرفتاری در گذشته، در فکر گذشته موندن، آزاد نشدن از گذشته، برای و این توانایی نمیاد برای اینکه سیناریو برای آینده انسان‌ها ارائه بده. این هستش که یکی از مکانیزم‌هاش همین گفتگوس، نزدیکی، صحبت کردن حول مسائل اساسی ایران، تا از این صحبت‌ها و از این گفتگوها یک منشور بیاد بیرون که مشخص باشه برای جامعه ایران به حول چه منشوری و با چه افرادی میخواد بیاد بیرون و اعتراض کنه نسبت به اینش. پیام شما به این نیروهای دموکرات و لائیکی که میتونن و باید در ساختن این آلترناتیو شریک باشن چیست؟ من فکر کنم که همه پیامی که میشه گفت کوتاه، یه هر لحظه که میگذره دیشون، واقعا هر لحظه که میگذره دیشون، جامعه ایران توان پرداخت هزینه‌های بزرگی رو که الان داره میپردازه دیگه نداره. جامعه ایران هر طرفش رو نگاه بکنید می‌بینید یا خون و خشونت یا فساد هستش و داره غرق میشه.
و هر چی زمان بگذره کار مشکل‌تر میشه. اگر میخوایم کار رو راحت کنیم، راحت‌تر بکنیم، از همین الان، از همین سال با سپاس از شما آقای مستقبی که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادیم برای این مصاحبه. خیلی ممنون که از من دعوت کردید و این وقت رو دادید.